بکنم جنگ را افتاده با ملت نه؟ میگم جنگ با ملت را انداختن نه؟ میگم جنگ دیگه با ملت نه؟ چه دست خالی نمیان؟ مردم با دست خالی دارن چیز جنگه؟ میگم مردم با دست خالی دارن میان جلو شما چه جنگ را انداختین؟ من امنیت نمیخوام، ملت های امنیت دارن اگه شما بذارین ما میخوایم آزادی داشته باشیم. آزادی یکم جلوتر چی داره؟ نه بابا آزادی قلابیه. آره آزادی واقعی میخوایم. توی با ملت با دست خالی به جنگه، اونا با دست خالی می جنگن. تو ملتی؟ تو رو خدا من خجالت میکشم اینو میگی به خدا. اومدن علیه ملت چی آوردن؟ خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. شاهد بر این هستیم که از نظر معنوی و از نظر مالی خیلی از کلیساها الان دارن تو ایران قدم‌های مفیدی رو برمی‌دارن و امروز خود من با یکی از این خادمین در تماس بودم. اما حرکت بعدی ما چگونه میتونه باشه که یک جنبش باشه؟ در خدمتتون هستم برادر جان. اولا اجازه بفرمایید به شما عرض کنم که حمایت جهان بسیار مهمه. بله بسیار تاثیرگذار. در عرض 80 روز معجزه آستا، کلمه جز معجزه واقعا نمیشه به کار برد. دقیقاً درست. این جنبش که از روز اول با هدایت روح القدس من عرض کردم از اعلی و به قدرت آراسته است و عرض کردم که من رد پای مسیح رو در یوان میبینم. حقیقتا این جنبش ظرف 80 روز تونسته جهان رو تحت تاثیر قرار بده. بله. و اصلا اینطور نیست که بیخاصیت باشه. چرا؟ بله. الان نگاه کنید سازمان ملل متحد رو به عکس العمل واداشته. بله. یعنی کمیساریای یا عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد زیر ذره‌بین برده ایران رو و یکی از دلایلی که جرأت نمی کنند دست به قتل عام بزنن و به صورت وسیع اعدام ها رو شروع کنن همینه. بله. که دنیا داره به اینا نگاه میکنه، تمام مطبوعات جهان، افکار عمومی، روزنامه های پرتیراژ، تلویزیون های پرمخاطب و پربیننده، رهبران مؤثر کشورهایی که در اونها حقوق بشر در قانون اساسیشون تضمین شده مثل امریکا، مثل کانادا، مثل اروپای غربی، اینها خیلی مؤثرن. مجلس فرانسه بدون حتی یک رأی مخالف بیش از 400 نماینده به نفع مردم و به زیان حاکمیت رأی داد و از این نمونه ها بسیار کلان وقت نیست. این یک نکته که بسیار مهم هست که ایرانیان خارج از کشور در این زمینه میتونن و تونستن مؤثر باشن و در به کمک ایرانیان داخل بر بیان. و نکته مهم دیگه این که ما نباید بی صبری کنیم. بله. نباید ناشکیبا باشیم. باید در انقلاب شکیبا بود، باید صبور بود، نباید بیقراری کنیم. پس چی شد؟ پس چرا دو روز خبری نیست؟ بچه ها خسته میشن، باید انرژی خودشون رو یه مقداری تجدید قوا کنن، دوباره میان به خیابانها. و ولی البته همونطور که شما گفتین تا حمایت میلیونی نشه یا حداقل تا صدها هزار نفر در شهرهای بزرگ از بچه ها حمایت نکنن، نظام شاید فرو نپاشه، شاید هم خداوند بخواد قدرت خودش در ضعف ما نشون بده و با همین تعداد هم کار رو تموم کنه، او رو ما نمیدونیم. ولی از نظر انسانی اگه بخوایم بگیم، از نظر انسانی اینه که تا میلیون ها نفر نپیوندن، هرچند که همین الان هم حمایت وسیع رو در اعتصابات پدران این بچه ها و پدر بزرگ ها، مادر بزرگ هاشون، پدرانشون، یعنی نسل های مسنتر، حمایت خودشون از این جوانایی که کف خیابون هستن، از این قهرمانان، از این نوجوانان و جوانان، از دبیرستانی ها و دانشگاهی ها، حمایت خودشون پدران اینها نشون دادن در اعتصابات. اعتصابات شما کم چیزی نگیرید، جنبش داره زنده و پویات، انقلاب داره گام های خودش رو استوار و محکم به جلو میبره. بی رهبر، بی سازماندهی، بی تشکیلات، با یک رهبری خودجوش، اینا معجزه است. نباید بی صبری کرد، نباید ناشکیبایی کرد، نباید
اینقدر عجله داشت. اتفاقا برادر، خوب نیست که خیلی هم زود به نتیجه برسه. نباید کورتاژ بشه این نوزاد. بله. نباید این نوزاد خیلی زود به دنیا بیاد. باید کامل بشه در زمان کمال خودش به دنیا بیاد. بگذاریم فرصت بدیم پخته بشه، فرصت بدیم این جنبش عمیق بشه، مردم همو پیدا کنن. تمام گوها، تمام الان من و شما در حوزه مسیحیت داریم صحبت میکنیم، دیگران در حوزه های دیگه، کم کم همو پیدا کنیم، به هم بپیوندیم، تبادل نظر بکنیم. اقوام مختلفی که ایران رو تشکیل میدن، اینها هر روز به فیض خداوند، به معجزه این جنبش، به معجزه این انقلاب، این رنسانس، هر روز دارن کرد و لور و فارس و ترک و عرب و تمام این اقوام تشکیل دهنده این ملت دارن بیشتر همو پیدا میکنن، بیشتر به هم میپیوندن. عجله نکنیم. خیلی هم برادر، صاحب نظران و متخصصین میگن ها، اصلا خیلی هم به نفع ملت نیست که سریع فردا این سرنگون بشه. فرصت بدیم تا ملت برای فردای سرنگونی هم خودشو آماده بکنه. براب. و اراده خداوند خواهد شد و خداوند در زمان کامل خودش ایزادگان حاکم بر ایران را از اریکه قدرت به زیر خواهد کشید و ما به زودی در نام عزیز عیسی مسیح به زودی شاهد فروپاشی ایزادگانی که ایران رو اشغال کردن و 85 میلیون اسیر گرفتن، شاهد فروپاشی نظام خواهیم بود و فرزندان کوروش پس از اخراج اسلام در ایران دوباره برمیگردند به دوران مجد و عظمت و شکوه ایران زمین، دوران کوروش، دوران عظمت ایران زمین. آمین آمین با فیض خدا.